در مورد راهکارهای تشخیص و تثبیت عامل نفس قطعی و در مورد تداویش ما بحث میکنم. تا آخر این سگمنت رو دنبال کنین. دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. هموطنان عزیزم، وطنداران خوبم، سلام. بنده حقیر و فقیر اگر بشناسین، من دکتر قیس نگزاد هستم، متخصص امراض داخله. به ادامه سگمنت قبلی، ما در مورد ازی صحبت کردم که ما چرا نفس قطعی پیدا میکنیم، ما چرا زجرت تنفس پیدا میکنیم، ما چرا کوتاهی نفس پیدا میکنیم. ولی وعده داده بودم که در این سگمنت در مورد راهکارهای تشخیص و تثبیت عامل نفس قطعی و در مورد تداویش ما بحث میکنم. تا آخر این سگمنت رو دنبال کنین. به خاطر افزودن به دانش صحی خودتان این ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. این ویدیو گه کجا گه که علامه گه که ترکیه است، لایک کنین، سابسکرایب کنین و این ویدیو رو شریک بسازین. یگانه چینل طبی است که در افغانستان به سوی استانداردهای بین‌المللی فعالیت میکنه. خب عزیزای دل، وطندارای خوبه، وقتی که ما کوتاهی نفس داریم و زجت تنفس داریم، اول کاری که میکنیم عبارت از این هست که باید تاریخچه بگیریم. خب اسرت تنفس به شما به شکل حادث به شکل مزمن است. اگر اسرت تنفس در نزد ما کمتر از یک ماه دوام کرده باشه به نام اکیوت دیسنیا میگن، و اگر بیشتر از یک ماه دوام کرده باشه به نام کرونیک دیسنیا میگن. یک دوم نقطه عبارت دیگه است که مترافق با کوتاهی نفس ما دیگه چی مشکل داره؟ آیا تشویش داریم؟ آیا خیلی استراب داریم؟ آیا در مورد بعض امراض وسواسی هستیم؟ آیا در مورد امراض تنفسی و قلب زیاد ما تشویش میکنیم؟ آیا ما که خاک گرد گل بوی عطر شمال پکه اسپری حساسیت داریم نداریم؟ ای اسرت تنفس ما از طرف روز است، از طرف شب است، چی را زیاد میکنه چی کم میکنه، در حالت خوابیده هست، در حالت نشسته است، اگر در حالت جهد و فعالیت فیزیکی است با پیمودن چقدر فاصله پیش ما ایجاد میشه. امراض مترافقه دیگه مثل شکر ما داریم نداریم، فشار بلند داریم نداریم، در گذشته دواهای عصبی را استفاده کردیم نکردیم، در گذشته سیگارت زدیم نزدیم، در گذشته چرسی بودیم نبودیم، در گذشته در کدام معدن کار کردیم نکردیم، قالین بافی کردیم نکردیم، دیقانی کردیم نکردیم، در گذشته بستر شدیم نشدیم، عملیات شدیم نشدیم، اختلالات روحی و روانی داشتیم نداشتیم. باید پرسیده شود در مورد شدت اسرت تنفس، دوام اسرت تنفس، فاکتورهای تشدید کنندش، فاکتورهای تخفیف دهندش و آفتا و اعراض مترافقی که پیش از این همراه با این پیش ما است. بعد از اینکه تاریخچه مفصل پیش مریض گرفته شد، مریض مورد معاینه فیزیکی قرار میگیره. بدون شک از نبض مریض شروع میکنیم، از فشار مریض شروع میکنیم، از ضربان قلب مریض شروع میکنیم، از تنفس مریض شروع میکنیم و از میزان سچریشن اکسیژن پیش مریض شروع میکنیم. در اتاق معاینه خانه ما که کلان بود، 5 minute walking test را پیش مریض اجرا میکنیم. 5 دقیقه قدم بزن، میبینیم که با این قدم زدن در فشار، در نبض، تعداد تنفس در فی دقیقه و در اکسیژن سیچویشن تغییر ایجاد میشه نمیشه. اگر به این موضوعات ما تانستیم که خود را به یک تشخیص احتمالی برسانیم، خوب که نبود، کمک میگیریم از معاینات متممه، از یک معاینه خون سی بی سی گرفته. چرا؟ آیا غلظت خون مریض زیاد است یا برعکس مریض کم خون است؟ انتان موجود هست؟ نیست. در ضمن از او برای مریض یک تست ساده ECG داده میشه، الکتروکاردیوگرافی، ترسیم فعالیت های برقی قلب برای یک کاغذ مشخص. در این گراف منظور ما چیست؟ ضربان قلب مریض منظم هست، غیر منظم؟ آیا مریض تعداد ضربان قلبش در یک دقیقه کمتر از رنج نرمال است، بیشتر از رنج نرمال هست؟ بعضی از دیسریتمی ها و بینظمی های برقی قلب که سیمتماتیک عرضی و شدید باشه و باعث شود تا دهانه قلب پایان بیایه، ای باعث میشه تا ما به شکل متقطع یا طولانی مدت کوتاهی نفس را تجربه کنیم. بعد از او بر مریض ایکو داده میشه، معاینه تلویزیونی قلب که مردم میگن، تا اینکه
دریچه های قلب دیده شو، وال های قلب دیده شو، سایز قلب دیده شو، اوی بزرگ ده چار دوباره قلب دیده شو و و قدرت بیرون راندن خون از قلب ارزیابی شو. محاسبه شو که جکشن فکشن چقدر است تا بپالیم منشا قلب است یا نه. خب بعد از اون طبیعی است که به خاطر که بر مریض بفهمیم که قضیه چی هست یک عکس داده میشه. Posterior anterior digital chest x-ray. در این ارزیابی میشه. ضربه های شش ارزیابی میشه چرا که امکان داره اکثر اوقات توبرکلوز، بعض کانسلیدیشن ها و تقاصفات سفید رنگ را در قسمت اپکس قلب شش بوجود بیاره. توبرکلوز یک میکروب است که هوا زیاد خوش میه و هوا بدون شک که در بالا زیادتر است نسبت پایان به اساس تفاوتهایی که در کثافت وجود داره. خود پرانشمش رو ارزیابی میشه، مسافه‌های بین نزولی ارزیابی میشه، زوایایی که وجود داره ارزیابی میشه، آب در شش مریض جمع شده نجو شده، سایز قلب به چه اندازه است، اویه بزرگ کدام تغییرات در خیالش دکسه ایجاد شده نشده، زیاد شش پر هوا معلوم میشه و یا که برعکس کم هوا معلوم میشه. این در عکس ارزیابی میشه. اگه ای ما را به کمک کرد و به تشخیص رساند خوب خوب نشد بر مریض پلمونری فانکشن تست توصیه میشه که معمول ترین پلمونری فانکشن تست عبارت از سپایرومتری است. به اساس سپایرومتری مریض با دوا و بی دوا تستش در ماشین سروی میشه که قدرت تهویه و تبادله هوا را در شش مریض ارزیابی کنه. و اگه بعض اوقات با این معاینات ما به تشخیص نرسیدیم امکان داره حتی بر مریض برانکوسکوپی، سی تی سکن، پوزیشن مشن تومگرافی این تست های پیشرفته است. ولی در ابتدا با یک تاریخچه مفصل، معاینه فیزیکی و اجرای معاینات روتین ما میتونیم که عامل کوتاهی نفس و نفس قطعی را در نزد یک مریض تثبیت کنیم. بعد از او میاییم در سال تداوی. اگر کوتاهی نفس مستاثیر کمخونی باشد تداویش آیرن به طور مثال آیرن و فولیک اسید ارنب و کمخونی که باشه از طریق دهن است که نشد آیرن سکروز زرقی که نشد بلند ترانسفیوژن خون برم تطبیق شد. اگر کوتاهی نفس از باعث پرکاری و کمکاری غده تایراید باشد تداویش میتیمازول و تایروکسین است. اگر کوتاهی نفس در سیر یک فرد در نزد یک فرد در سیر چاقی به وجود آمده باشد تداویش کم شدن وزن است. اگر کوتاهی به طور مثال نفس یا نفس قیدی در سیر یک در پیش یک فرد در سیر حساسیت به وجود آمده باشد تداویش است که به عنوان الرژن ما خود مواجه نسازه. اگر کوتاهی نفس در سیر در نزد یک فرد در سیر اختلالات روحی و روانی ایجاد شده باشد از یک تغییر محیط گرفته تا تغییر اندیوال گرفته تا به طور مثال فامیل سازی شریک سازی فامیل مریض در تداوی گرفته تا به روان درمانی گرفته تا به طور مثال مواجه سازی با ترس گرفته تا به دوایی به طور مثال ضد استراف فرق میکنه. اگر کوتاهی نفس در سیر توبل کروس تحسس کرده باشه از یک ایزونیازی در فامپیسین گرفته تا به طور مثال استرپتومایسین یا تومپتویل و سایر دواها تداویش فرق میکنه. اگر توبرکلوز در سر یک نیمونیا به وجود آمده باشه از یک ازیترومایسین و به طور مثال دوکساسایکلین گرفته تا به طور مثال امینوگلایکوسید و یک سیفیپیم و به طور مثال دیگر انتیبیوتیکا در تداوی از یک شامل فرق میکنه. اگر کوتاهی نفس در سر امبولیزم ریوی به وجود آمده باشه از یک پرین و نکزوپرین گرفته تا به دبیگاتران و روکسابان و پیکسابان و دیگر به طور مثال تداوی از فرق میکنه. اگر کوتاهی نفس در سر بلند بودن به طور مثال فشار در شش مریض به وجود آمده باشه از یک سلدنافیل گرفته تا به بوزنتان تداوی از فرق داره. اگر کوتاهی نفس در نزد یک فرد در سیر به طور مثال یک سلسله آفات قلبی گرفت به وجود آمده باشه از یک دوای بیتا بلاکر شروع تا به دوای مدرر تداوی از فرق میکنه. یعنی باز یک چند منتقد ماهر ما رو در زاویه قرار میده که الا دکتر سی به اصطلاحات انگلیسی گفتیم ما چون میگن چوچی انگلیسی هستی چطوری اصطلاحات استفاده میشه. این اصطلاحات طبی هست دوستای نازنین. یعنی اگر بحث ما خلاصه کنم ما نمیتونیم که اسرت تنفس و زجرت تنفس را در نزد یک فرد تحت یک فرمول مورد تداوی قرار بدیم. اگر در سیر امراض پارانشم شش باشه یا طرق هوایی شش باشه یا در رگای خون شش باشه یا در آفات قفس سینه باشه یک تداوی، در سیر آفات قلبی تداوی علایده، در سیر کمخونی تداوی علایده، در سیر چاقی تداوی علایده و در سیر اختلالات روحی و روانی تداوی علایده کار داره. امیدوارم این ویدیو معلوماتی بوده باشه. شریک سازی از ویدیو فراموشتان نشه. یک دوست ما فکر کنین در چنل یوتیوب یا کامنت میمانه یا به طور مثال در پیج ما باز خفا میشم اگر سفر ان سابسکرایب میکنم به خاطر که جواب ندادیم. خب چرا؟
مغز نفس قیتی داره، من علت از چی است؟ دوست خوبم، بعض اوقات جواب ارائه کردن به یک مبحث بزرگ طبی چیزی نیست که ما را در یک جمله بتانیم بیان کنیم. چیزی نیست. اول خب ما از این موضوع پوزش میخواییم. سوال ها میلیون ها دانه است و ما نمیتونیم به میلیون ها سوال در این شرایط پرچالش رسیدگی کنیم. شکیب عمر خیلی تاکید به داره که دکتر صاحب سوالا، دکتر صاحب سوالا، من میپذیرم عمر صاحب سوالا باید جواب داده شو. ولی عزیزای من، شما بعض اوقات چیزایی را میپرسین که ما در مورد هر کدام از او 10 سگمنت داریم. دکتر صاحب در مورد پرهیز شکر نگفتی. اگه یه وطن ما کمک خود زحمت بده به یوتیوب فقط هم یک پرهیز شکر نشته کنه 15 ویدیو پرهیز میه نه میه دوستم میه. اگه بتونم سال در مورد مشکلات جنسی فقط هم یک عنوان بده گپ خلاص است. ضرور نیست که موضوعاتی که ده ها ویدیو در یوتیوب و در رسانه‌های مختلفی که ما مصاحبه کردیم در موردش در یوتیوب موجود است مواد شما زحمت بکشین اون رو تماشا کنین. و وی که ویدیو در موردش موجود نیست با فرصت مناسب ما در موردش ویدیو ارائه میکنیم. خب اینا رو تویی که از او کشور خارجی از ما پرسیدی که علت کوتاهی نفس ما چیست، ما آیا تاریخچه مفصل از تو گرفتیم؟ نگرفتیم. تو رو ما مورد معاینه فیزیکی قرار دادیم؟ ندادیم. معاینات کمک کننده که بتونه به خاطر تشخیص رسیدن به تشخیص نهایی مرض تو مرا کمک کنم پیشت هست؟ نه. ما خیلی چی بفهمم دوست خوبم؟ عقلانیت انسان ایره ایجاب نمی کنه که تلی میدیسن نتیجه خوب بده. خودم در اینجا کشتم در واشنگتن دی سی نمیشه. امکان نداره. بنابراین ما نمیتونیم که تمام قضایای کوتاهی نفس را تحت یک فرمول مورد تداوی قرار بدیم.